سلام به همگی، من پریا هستم و تو این ویدیو میخوام آموزش ساخت گلدون رو بهتون بگم که خیلی خیلی راحت با تکنیک اسلب میتونید یه گلدون استوانه ساده و خوشگل درست کنید. در اگر که میخواید ساده نباشه میتونید کلی بهش دیزاین بدید و کلی بهش پترن و کارهای مختلفش انجام بدید و بتونید یکم از سادگی درش بیاد. خب برای این کار اول از همه دوباره میام یه اسلاب درست میکنیم و من سایزش رو بهتون بگم. این سایزی هستش که من برش دادم، یه سایز استوانه معمول میشه، خوبه، میشه 24x21. یعنی شما عرضش رو 21 سانتیمتر بگیرید اینوری میشه. حالا عرضش رو 21 سانتیمتر بگیرید و قطرش رو میخوایم که ارتفاعش میخوایم 24 سانتیمتر باشه. خب حالا نوشتم که یادم نره، چون من اصولا کلن کارامو زیاد با نوشتن و مثلا اندازه زدن درست نمی کنم، بیشتر فعل بدهی دیدید درست می کنم. ولی الان به خاطر اینکه خیلی مسیج میدید، خیلی به من تو اینستاگرام یا توی همین فیسبوک میان مستقیم مسیج میدن که میگن که میشه اندازه رو بگی چقدر گل، چند کیلو گل، چقدر اندازه، چند سانتیمتر. و برای من خلاصه سفالگری مثل همون آشپزیه که دیگه عادی میشه برات چشمی کار میکنیم، ولی درسته حق دارید که بدونید برای شروع. بعدا که دستتون بیاد میتونید شما همینجوری دیگه چشی انجام بدید. و به خاطر همین من امروز قبل از اینکه بیام ویدیو رو درست کنم برش زدم و اندازه‌شو نوشتم که بهتون بگم که اگه بخواید مثلا اینو درست کنید به این شکلی باشه، اینو انجام بدید که برای شروع راحت باشه براتون. خب اول از همه گلمو یکم بزرگ گرفتم که چون میخوام یه اسلب بزرگ درست کنم که این قالب رو عروش در بیارم. پس طبق شیپی که داریم لوگومون اینو ضربه میزنم، باز میکنم گلمو و میدونید که من همیشه اسلب‌هامو با ضربه زدن باز میکنم، به خاطر اینکه این باعث میشه هم گل باز میشه و تمام هوای داخل گل از بین میره و تمام این حبابا میترکه. دوباره میام یه قسمت برمیگردونم به شرق کنم که بخوام مستطیلی دارم. قسمتش که برسید میتونید از هر طرف اینجوری پرتش کنید، خودش باز میشه کامل و همچنان یه دست هم میشه. خب زخامت اکثرا اسلب‌هایی که میبینم کار میکنم زخامتش حدود 1 سانتی متر هستش و این دوباره بستگی داره خودتون. اگه دوست دارید که گلدونتون زخامتش زخیم‌تر باشه میتونید زخیم‌تر بگیرید، ولی خیلی نباید زخیم باشه که دوباره باعث بشه که ترک و اینا پیش بیاد. خب بعد میام کامپرس میکنیم با همین ماله ریپ به این صورت کامپرس میکنم که هم گلم یک دست میشه و هم هوای داخل گرفته میشه به این صورت. دوباره اینو برمیگردم، همین کار رو انجام میدم و حتما مطمئن بشید که
اینو از چند سمت انجام بدید، یعنی از راست به چپ، چپ به راست، بالا به پایین، بالا پایین به بالا، اینا رو انجام بدید. به مرور زمان که با گل کار میکنید، باد شدیم، به مرور زمان که با گل کار میکنید دیگه کامل گل رو میشناسید. چه ماما های این پسر چیه؟ منه گل آخرمونه هیرسا. هیرسا عاشق سفالگریه، همیشه به من کمک میکنه، خودش هم همه این تکنیکار حسابی بلده. دست ماما. خب این از اسلابمون، بعد میایم اینو میندازیم. این صفحه خیلی ناراحت کننده بود، لر میگردونم تو اون قسمت. این روزنامه ایرانیای استرالیا است. خب این قسمت پایینشو میخوام از این خط بندازم. نمیدونم خیلی به دهره اینا چجوری بشه. بالاشم از این گل و برگه بندازم. این شد پته. دوباره برای برش دادن کنارش که قبلا هم تو آموزش دیگه گفتم، اگر که میخوایم اینو برش بزنیم و یه توی یه اسلب رو به هم بچسبونیم، این برش کنار رو میام به صورت اوریب میزنم. و همون طرفی که همون شیپی که چاقومو گرفتم برش دادم این و همونو میام همین کارن همین طرف انجام میدم. اینطوری وقتی که ما بخوایم اینا رو به هم بچسبونی این کامل رو هم میافته به این صورت. حالا یکم زمان میدیم تا خشک بشه، به خاطر که الان خیلی هنوز خیسه و شعله که بخوام اینو بهش حالت بدم بچسبونم، یکم زمان میدیم که یک چلو خشک‌تر بشه، بعد اینو به هم بچسبونم. اسلابمون یه مقدار خوش شده، حالا میتونم که بهش حالت بدم و میام الان این لبه ها رو زخمی میکنم. دوباره اینو برمیگردونم این سمت. این قسمت هم زخمی میکنم. و این لبه ها رو به هم میخوام که بچسبونم، همون لبه های اوری بمونه که برش زده بودیم و میخوام که به هم بچسبونم به این صورت. خب قبل از اون به همین صورت نگه میدارم، الان میام کچیک به این اسلیپ میزنم، چسبمون رو میزنم اینجا.
بنویسونه. و میام این قسمت رو میام قول میدم میافته رو اون لبه دیگه. خاطر اینکه این گلدونه خیلی قلمیه و من دستم نمیره داخل، این وردنم رو میبرم اینجا میگیرم به اون قسمتی که دارم بسل میکنم کارو، میام وردنم اونجا قرار میدم که حالت ساپورت میشه و این کار رو راحت میتونم انجام بدم و اینا رو با هم یکی میکنم به این صورت. دوباره با ریبم میتونید بکشید. این باعث میشه که این کار انجام میدید این کامل یک دست میکنه و نمیذاره اونجا هوایی بمونه. هر جا که احساس میکنید داره به گلتون فشار وارد میشه سریع یک کوچیک مرطوبش کنید که نشکنه. و من الان با این قلمم الان دارم این سریع انجام میدم به خاطر اینکه این لاینایی که من طرح داشتم همه ترک خورده به خاطر هوای 35 درجه اینجا توی 20 دقیقه کار ما رو انداخت. به این صورت خیلی با احتیاط این ترک رو بمیبرم فقط قلممون رو خیس میکنیم که اینا رو یه دست کنم. خب بعد داخلم دوباره همین کار رو میکنم و مطمئن میشم که اون دو قسمت با هم یکی شده و اگه نگاه کنیم فقط دارم با این قلمو این داخل رو این داخل رو با این قلمو فقط روی اون لایه ای که به هم گرفت داده رو صاف میکنم که یه دست بشه. برای کف گلدونم دوباره میام همین کار انجام میدم. زخمی میکنم کفشو، میام دوباره چسب میزنم و میندازمش اینجا. و حالا میام برش میزنم با چاقو. این لبه ها رو به سمت بالا میکشونم.
که گل میاد بالا و این منافع بین دو تا تیکه رو که به هم وصل کردیم و پر میکنه و یکی میشه با هم. با همین میتونید این همین تکنیک رو استفاده کنید برای چیزهای دیگه درست کنید. مثلا همین رو میتونید پارچش کنید، دسته براش بذارید و اینکه میتونید سایزهای مختلف، قدهای مختلف برای دورتون درست کنید. الان یکم تمیزکاری هاشو میکنم. یه جاهایی که لاین بوده رو مثلا الان اینجا از بین رفته چون من اینا رو قطع کردم، میتونم این یه تیکه رو لاینم رو بندازم و همینطور اینجا و همینطور اینجا رو میتونم یه کوچولو این طرحش رو بندازم که اون وسط هم خالی بشه. بعد حالا این چون هنوزه که مقدارم اینجا خیسه، شیپش رو میتونم یه کوچولو تغییر بدم. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه و اگه هر سوالی داشتید و تجربه دیگه داشتید میتونید توی این کامنت ها بر من بنویسید و خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. روز خوش، هر جایی که هستید خدا نگهدار.